بینرانی خوشویست بخیر بینو بو برنامه کی دیکی راویج لراویجی امجاره دا دگل برز مجتبا کولیوند خونکاری دکترال زانکوی گوتینگن قصده که اینکه سبارت به کارکانی اسکار مان لگرینی که زور درو دریجی کردوا و او برنامه ایش به تایبتی ترخانده که این بو بیروری و قصه کردن لسر میرزا جواد غازی یا دکتر جواد غازی دواتر که ل سرتای برنامه دا جومان ل دنجی بو دنجی چی که ل گری برنامه دا باسی دکه این بزن چون او چون او دنگا قید بو زور زور بخیر بی برز کولی وند سلام از کام زور سپاسترم سلام از کام خدمت سرکار و همچنین بینندگی برنامه زور زور راویش زور ممنون با پیش هم مشتگل و دا دست به کن که ایوا لولی کلنوی که با اکتبه که پیشتر لبرنامه ایک دا ناسان من کردوتانه و هر وها لولی کلنوی که لکتبخانه نتوی برلین و موزکانی برلین و او جگهانه کردوتانه با اشتی که گیشتون پیتان وحای که دکتر جواد غازی دواتر یا میرزا جواد غازی کن گیر دگل اسکار مان آشنایتی پیدا کردو چون او چون بو هاوکاری کردو بله آشنایی اسکار مان و گرد و میرزا جواد غازی حالو گردد و سفر پژوهشی علمی اول اسکار مان بله اسکار مان در سفر اول و تاریخ 1901 تا 1903 و ایران چیه که باس مان کرد باس مان کرد در برنامه قبلی در تاوستان سال 1903 در شهر ساوج بولاق امرو مهاباد شیم آشنا بیا بگرده میرزا جواد میرزا جواد او دمی وابزانم فقیه یک بو لمزگوتی شادرویش بله 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 حکایت این آشنایی یسا که اسکار مان و شهر سابلا دنبال کسی گردد که آشناست و بیا و خواندن نوشتن تونید زبان کردی بداند زبان فارسی بزند آشنا بود و زبان عربی دنبال یک منشی و یا معرفی کنه یه جوانی که بعدن معلوم بود میرزا جواد غازی زور باشه لنوسینکانی اسکار مان دباسی او دکه که به حال شوی کارکرنکه انچون بو بیکه و چون او چون بو که بله شیوه کار کردن ایجو بیه که اسکار مان در شهر سابلاغ وگرد یه راوی بیش از 22 روز بل. کار که یک نوی رحمان بکرا منتها که بیت خوانی پیدا بیت خوانی کردی بیا بله بعد که خلچی دی حاجی حسن بو لنزیک میان دو بله درسته منتها رحمان بکر حافظه بسیار قوی داشته کل بیتیل کردی بل. که ایما الان امروز ناسیم مموزین لاس و خزال و کل بیتیل درکی اره اسکار مان تونستی فقط بیان بکی بله اسکار مان تمامی ضبط کی و شیوه فونتیک لاتین بله ولی خب اسکار مان نتونستی که ترجمه بکی یا نتونستی در طول این 22 روز تمام مطالب درک بکی جواد غازی دستیاری بیا همکاری وگرده کردیه و برای ترجمه ای چشت کمکی کردیه بله. البته یه چیز بیشم که نو او تاوستانه میرزا جواد غازی ولای اسکار مان انگلیسی یاد گرفت اسکار مانیش ولای جواد غازی درس کردی که بله چون که پیشتر باسی او من کرد بود که اسکار مان دیار وقتی شکایت تا او ناوچانه فارسی زانی و بلام کردی نزانی و نه کردی نزانید فارسی زانید منتها به عنوان دانشجو و برلین دوره دانشجوی فارسی کتابی هاید زور باشه او دمی که لما ها بل سابلاغ بون در هر حال وقتی که اسکار مان به شوی بلین خوی
به خط کتابتی لاتینی یعنی اساس خط رومی که فونتیک بتوانه بخوای بیان کنه او اونی ضبط کردو پاشان لو هاوکاری کردو قازیش بو توضیح داد و نه بله توضیح داد که معنی چی است مثلا اگه چشی درک نکردی یا برداشت نکردی جواد غازی کمکی باشه کنج جواد دو به کوچونو ورمه باشه بله دکتور کدا هه چونه ورمه اون بلام کنج جواد غازی چوته آلمان بله هنوز سندی مبنی برای که چه تاریخی بله. میرزا جواد غازی در اون زمان و آلمان هاتیه و دست نهاتیه ولی نتیجه نامنگاری و گزارشالی که اسکار مان در اون سفر اول و سفر دومی که در تاریخ 1906 و 7 دوباره چیه سه منطقه در یک محدوده جغرافیایی وسیع بله. تحقیقات میدانی کردیه برداشت میگه سه که میرزا جواد در سال 1907 و آلمان سال 1907 هاتیه آلمان و به هر حال لوی دزانین که ل آلمان دستی کرد و با خوندنی حقوق بله درسته بله. وقتی که میرزا جواد قاضی و آلمانتیای طبعا دیار اول که حتما زمان آلمانی خوندوتند بله, بله. میرزا جواد آدم با استعدادی بیا بله. و چند زمان آشنا به انگلیسی تونستی فرانسوی دانستی برداشت شخصی من یسته که اسکار مان وقتی که و سفر دوم حلو گردید متوجه بود که یک گنجینه بزرگی، گنجینه گورایی و چه زبانشناسی جمع‌آوری کردیه. بعد متوجه بود که مثلا یه نمونه بیم او رحمان بکر بیش از 8000 سطر علی اسکار مان حکایت تعریف کرد. خب اسکار بیت, بیت تعریف کرد. اسکار مان احتیاج به شک کسی داشتیه که زبان مادری زبان دالگی کردی بیه و تلاش کردیه یه برداشت منه که میرزا جواد نو آلمان وای همراهی بکی بل. باشه وقتی که لآلمان این استابین او که لین دت به هر حال تاریخی 1907 بله. که دکتر جواد قاضی دواتر میرزا جواد که تو آلمان لسر جیانی لآلمان یعنی پیش اوی که بگین او مثل بله. دنجی اوانه لسر جیانی آلمان لو مرحله نده چه دزانی نینی؟ آلمانی خوند و چی کرد؟ بله آلمانی خوند و دانشگاه ثبت نام که دانشگاه برلین ناوی که ناو او زمانه و ناو قیصر آلمان بله. که کایزر فریدریش ویلهلم اونیورسیتیت پاشان بو بشتی کی دنوانی میرزا جواد اول و ثبت نام که اره درس حقوق بخونه بعد در طی چند سال در سال 1917 ماه آگوست ماه اوت 1917 پایان نامه تز دکترای طویلی بله بله استاب بیش پیش گوه بله. بگینیم بس برک کرونولوژیک و استاب بحثی دنگه که بکن بله استاب بله. اگر امکانی هبه هاو کاران من جاره که دیگه دنگه که بلاو بکنه و بله چشت پیشنهاد خاصه بله ارتاب بلاوی دکنه و برک سب کن بله او ساحر او دنگه لچو پارز را و پیشتر مشتگ لچو هی او دنگه
ولا حکایت این دنگا حلو گردد من چند سال پیش مقاله نویسم و نو دنگ گذشتگان درباره کشف قدیمی ترین گورانی کردی بله حکایت این نه لکشوه لکشوه پارز راو جگه یعنی لو جگه که او دنگه های که چه مؤسسه که موزه و اسم موزه مردم شناسی در برلن زور باشه البته کسی نتیجه تحقیقات ما هفته ها ماها طول کشه تا این صدا پیدا بکنی پیدا بکنی باشه اول لکشوه لو دف حاتیه پارستن پاشان لنوسینکانی اسکار مان یا لو نوسینانی که مرتبطه با او دنگه نوسراو که لچ تاریخ بله در ماه جوان 1908 این صدا ضبط بیه دنگ ضبط 106 بله لطفا مراسم بله فرمودید خواهش کنم حکایت یا این دنگ چشته یسته که من زمانی که مشغول تنظیم آرشیو اسکار مان بیم پرونده سازی کردیم برای این کاغذه و اسناد اسکار مان در یک یادداشتی یک چشتی خونیم که ارام جالب و توجه بود حکایتش یسته که اسکار مان در تاریخ 4 ماه جولای 1908 وقتی که سفر دوم و برلین تیه برای اعضای انجمن جغرافیای برلین یه سخنرانی راجب او پژوهشی که انجام داد انجام ده بعد همزمان و این سخنرانی چند گله عکسش که با مناطق مختلف و چهره مردم و یعنی گردیه برای هزار نمایش ده ما وقتی این یادداشت خونم در متوجه بیم که یک چشتی اسکار مان او یادداشت کردیه در این یادداشت چنین نویسد هزار محترم من امرو خوشبختم و هز کم که دست سرنوشت چنین توای که یک کرد اصیل و نام میرزا جواد در حال حاضر نو برلین زندگی که میرزا جواد که من در سفر اول خوام در شهر ساوج بلاغ در تاوسان 1903 آشنا بیم و یه میرزا جواد و من کلی فرق کمک کردیم بخصوص در ترجمه بیت کردی و فرق و من یاری کردیم اما دنگ میرزا جواد الان ضبط کردیم و امروز توایم این دنگ پخش بکنیم تا ایوا دنگ کردی برای اولین بار بشنفین میرزا جواد دو گورانی چریه اول گورانی یک غزل کلاسیک کردی بیا نالیه که جمال لبو بله بعد یک گورانی فلکلور بیا که اسکار مان در این تاریخ این دنگ میرزا جوادش پخش کرد خب وقتی من این یادداشت خونیم اول هیچ تاریخی که فرمود؟ بله این تاریخ سخنرانی که این یادداشت کردیه بله 4 ماه جولای 1908 پس دینی او دنگ که پیش او تاریخ ضبط کرده من فکرم یک هفته دو هفته لاقل از نظر تکنیکی اگر او تکنیک او زمان رو خواهیم احتیاج بیه که این دنگ ضبط زور باش اصلا سه تکنیک که قصب کنید چون که اولو مقاله دا که لو مجله او مجله ای چویه؟ بله این مجله که او مقاله که راجع به کشف این دنگ بیا چاپ بیا در 4 سال پیش یا مجله رسمی کتابخانه دولتی مونیخ و برلین که باشه او یعنی او پروسی یا بلاین پیواجوی ضبط کردنه که چون بزرگ را بله. او توضیح بدن خواهش کم بله. منطقه تو هم عرض بکنم که بله. وقتی من این یادش خونیم خب ارام بسیار جالب بی که نوعی تاریخ در 106 سال پیش ایمان نه تنها کسی گزارش سفر دی شفاهی اره علاقمنده توضیح دی بله. بلکه عکسش نشان دی علاوه بر عکس آواز و گورانیش پخش که بله. یعنی اگر و ایمان با حکایت امرو بتویم صحبت بکنیم در واقع در 106 سال پیش اسکار مان و میرزا جواد و همکاری یک برنامه مولتی میدیا ارائه کردن درسته بله. و حکایت این برنامه جالبه چون که این صدا قدیمی ترین کورانیه که با کردی در تاریخ بشریت ضبط بیه بعد دستگاهی که ضبط بیه جالبه بله. و نو فونوگراف نبیه باشه دو ساله ده یعنی لسالی 1908 فونوگراف نبویه یعنی دستگاه بله فونوگراف کشف اختراع ادیسونه بله یا اصلا عنوان فونوگراف ادیسون معروفه بله. بعد تا زمانی که او کشف بعدی گرامافون که برقی بیا بله. تمام دانشمندل تمام کسانی که تحقیقات میدانی کردن
و دستگاه فونوگراف استفاده کردن. دستگاه فونوگراف برقی نیه و بلکه مکانیکی و هندلی بیه. هندلی بود. اگر نشانی بده اینجا بازم لیره ده هیا. بله. یا دستگاه فونوگراف ادیسون. آواهانه یعنی این او دستگاه. بله. بعد بله فرم خصب کتون بله این دستگاه یه جوره که مکانیکیه باید هندل بیه بله منطقه قبلی سیلندری سیلندرکانیشی لوده تو فرمو ادامه بدم نشان دادم بله اول سیلندرکانی این سیلندری آغشته و یه مایه چسناک یک سمقی کن بله بعد کسی هندل ده بله مزاجوات حتما باید نو او شیپوره بله جار بکشد بله بعد این و تر این شیپور و طریق یه سوزن اجازه بده شیپور که نشان بده خواهش کنم شیپور که بله علی ریا یه شیپور بله بله اجازه بده نشان بده بله بله فرم قصد که بله او شیپور بله و خاطر ارتعاشی که دارد بله صدای میرزا جواد یا صدای هر کسی که آورده قصه و طریق سوزن بان این مایه چسبناک بله ایجاد کی بله خب منتها مشکل این دستگاه یسته که بیش از سه بار یا چهار بار قابل تکرار نیه بله و این بسیار ظریف و بسیار حساسه چون که این مایه چسبناک او کسا او دمی یارمتی کردون او بله یه پروفسور ریچارد نوی هاوس بله او آورده که این دستگاه در اختیار داشتیه او دمی بله او دمی بله اسکار مان ولی خواهش کردیه که همکاری بکی و صدای میرزا جواد غازی میرزا جوادش دو شیپوره دا دنگه که بله ضبط کرد باشه اوان چون را گرتو مثلا را گرت نکی چون او بیژن او کتب خانه یعنی چون توانی حفظی بکن بی پاریزن بله در برلین خب چند گله موزه هست بله. که و زمینه های مختلفی فعالیت کن بله. از جمله جمع آوری نه تنها اوراق بلکه صداهایش هست دنگ بله. بله. و این دنگیل و قدیمی ترین هست گویا قدیمی ترینی در اواخر قرن 19 همه اوانه دانشمنده لیبینه که چین است آفریقا صدای زوانل آفریقایی یا صدای موزیک کسی موسیقی اجرا کردی یا جمع کردنه که وقتی که نو آلمانن یک بار یا دو بار بتونن بشنفن که چه نوع موزیکیه بله و نو من وقتی که دنبال گشتم متوجه بیم که نو موزه مردم شناسی برلین یک مجموعی و این سیلندر یا این فونوگراف یک مجموعی و اونه در زیرزمین موزه مردم شناسی هست بله. با یک لوانی نی استا تنه او غزله ما یعنی گورانی که نما و نه خب حالا جالب است وقتی که من نامنگاری کردم چیم موزه مردم شناسی بله متوجه بیم که نو لیستی که این موزه مردم شناسی و این فونوگراف نسانه صحبت و سه گله سیلندره بله. که صدای میرزا جواد زفت بیه بله. سه دانه بله. سه دانه بله. 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 ولی اسکار من نو برنامه سخنرانی و دو دانه اشاره که حتما وقت نیاشته یا بله. امکانی نیاشته بلکه داره خود یه بسیار جالبه متاسفانه وقتی که این سیلندر را پیدا کردیم و بان یکی و کارتونیلیز نوسیاس که سیلندر او دوم خراب بیه بله. یه رعکسی کارتون کان شیپی میه بله تو خسام خسکاند بکه خواهش کنم فرمو اولش اگر کارتون کان لیره دیام بینی بله بله بنابراین ایما در حال حاضر بله فرمو دو دنگ میرزا جواد غازی داریم بله یکی که دنگی که شعر ماموستان نالی خوند بله غزلیه که الان دوبار گوش کردیم بله بله و نو الان معروفه زلفت قد دا بله زلفت بقد دا که پریشان و بلاوه بله 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 و او سیلندر دومیش 20 جمله کردیه و لهجه مکری بله. که میرزا جواد جمله ساده ای که آلمانی بشنفن بله. تکرار که بعد یک آلمانی بعد از هر جمله که میرزا جواد به کردی گوتیه به کردی اوشد او آلمانیه ترجمه او با آلمانی ده بنابراین بلا او هشتا او در نکوتو او شونه و ناوی مشخصاتی نیه ولی برداشت میگه سکه نه نبوی دیجیتالی هشتا در نکوتو نه نه هنوز نکرده بله بو بو نه بله خب دشواره باید درخواست بیم و این با او خوش گرینگه یعنی منتها هم یاداشت کرده من سروت یکی کردیه ده به زندو به توجه بله این در حال انجامه یعنی حتما زور باشه سبین سرجانی دکتر یا میزاد جواد غازی که دکترای دواتر
که وقت باستان کرد لو دانشگاهی که ل برلینی بود زمانی یعنی بلن حقوقی خندو ل باری حقوق خندو کنج توابی کرد و رساله کی سال 1917 یعنی در جریان جنگ جهانی اول یک سال قبل از پایان جنگ جهانی اول امتحان ده بعد اون تزی ارائه که بله بعد او تزه که تان دیوه ونه تزه که چیه؟ تزه که وزوان آلمانیه رساس اگر ترجمه عنوان خلافت و دیدگاه حقوق اسلامیه بله و زوان آلمانیش das Kalifat nach islamischen Staatsrechts بله. و تاریخ ماه آگوست 1917 تحویل داد. تحویل داد چه توضیحی کشید اول سر تزه که توضیحی کشید آش بله. جالبی است که این تزه پایان‌نامه دکترای میزا دکتر جواد غازی در مجله انجمن اسلام شناسی برلین و نو عالم اسلامی دی ولت دس اسلامز چاپیا سردبیر این مجله توضیح ده نوشت که این پایان‌نامه دکترا توسط کسی نصریاس که شیعه نیه بلکه خوی سنیه بنابراین توجه خوانندگان جلب کن و ای زور باشه ل بجن چاپمنی آلمانی او دور او سرو بنده ده او زمان ده سبارت به نوسینکانی دکتر جواد غازی چی دی کده بینی؟ ولی من تا حالا چند مقاله و فعالیت قلمی میرزا جواد غازی یا بعدا دکتر جواد غازی پیا کردم بعد یا خوانیم الان دو سه عنوانی یادم مثلا در سال 1909 یعنی اگر در نظر بگیریم دو ساله یا تازه آلمانی یاد گردیه دو سه مقاله نوشت که یکی در رابطه با جنبش مشروطیت ایرانه بناوی به آلمانی که و نو آلمانی über die konstitutionelle revolution in persia بله اول دو وقتی که دایک محمد علی شاه جاری که دیگه کودتا کرد بله سال 1909 کودتا کرد ول دجی مشروط خوازن آنها بله بیشتری تو بگر تو سر تخت بله درسته بعد در یک در یک روزنامه سراسری آلمان به نام فوسیشه سایتونگ در همون سال 1909 یک مقاله بسیار مهمی راجع به دوران قاجار در ایران منتشر کرد. بله. در یک مجله علمیش یک قصه یک حکایت کردی ترجمه کردی و آلمانی که نو آلمانی سیکلاین و دست شیفشن هست که و کردی کاریلا و برخ 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 کاریلا و برخ یه ترجمه کردیه یعنی و آلمانی منتشر کردیه این صدانامه ناصر بلا دیاره لسبارت با ایلی منگورش و ابزانمشتیه که ترجمه کراوتا و با کردی بله. با پاشان لسر جیانی چه دزانین لبرلین و ماوی که لبرلین جاو والا ما زانیم که اسکار جواد غازی و بنابراین و تاریخ 1907 تا 1927 و برلین زندگی کرد. در این جریان 20 سال حداقل بله وقتی بله 20 سال در علاوه بر تحصیل و نو دانشگاه نو سفارت ایران در برلین منشی بیه و مستشار بیه مستشار حقوق بیه در این تاریخ و وگرد یه جن آلمانی ازدواج دیاره اما یعنی چی شیه که دلی باسی مستشاری دا تخیر بله 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 سرکان نشانم دا بله بله بعد اما زانیم که در این تاریخ یک جمعیت مهاجرین ایرانی زندگی کردنه که در جریان جنگ جهانی اول و برلین و ناو کمیته ایران یا اوجوری که ایران نیل یوشن کمیته میلیون ایران. بله. اسکار منیش یکی و اعضای کسانی بیه که در واقع همکاری کردیه. بله. همکاری کردی یعنی منظور جواد غازی دگل او گروپ همکاری کردی بله چون بله بله چون که او زمان سفیر ایران و اسم نواب بله. نوابیه و اون نوابی خب از اعضا این گروه کمیته ایران بیه بله. خب بنابراین اعضای سفارتش همکاری کردن یا باشه غیر او بجن خاطر نویسی یا بیروری او کسانی که او دمیل برلین بون جناب توشی هیچ چاتوی مثلا کسی اشاره کرده به دکتر جواد غازی؟ چرا؟ مثلا در این تاریخ یک دیپلمات ایرانی به نام وحید الملک شیبانی بل. چوار سال و برلین زندگی کردیه بل. بعد این وحید الملک شیبانی خاطرات روزانه نویسست به نام خاطرات مهاجرت که در چند سال پیش به ایران منتشر بیه بل. نوعی کتاب بارها و اسم و میرزا جواد غازی اشاره که چون دوست و رفیق بینه
میرزا جواد چند بار ایرانی از جمله وحید الملک شیبانی و مال دعوت که مهمان نوازی که بعد و طریق این خاطرات تونیم بخشی از زوایای زندگی میرزا جواد تعقیب بکنیم از جمله یکی که میرزا جواد وگر یه جن آلمانی ازدواج کردیه متاسفانه نو او جنه نو کتاب نیتیه که ما بزنیم کیه یا تعقیب بکنیم منتها یه چشتی زنیم که او جن هنرمند و نقاش بیه البته بعدا اشاره در مطبوعات خوانیم که در سال 1927 جدا بینه و دکتر جواد غازی و ایران چیه سه ایران؟ بله سبارت با اوی که او ما اوی که برلین جیاوه لپیوندی کانی چون کدو دانین که در حال ده سال دواتریش یعنی اسکار مان سال 1907 وفاتی کرد بله بله دکتر جوادیش ده سال دواتر هر لالمان بوا دیار نامه چیه که ای سال 1913 که آموزا چی دیکی هبوا که لبرلین نه لجنیو را او کار و کارت پستال بو آموزا که این اردو دکتر مصطفی قاضی که دواتر او لکنستانتینوپل بلین استانبولی استخر بیوتی اشتانه بلام لو ماویده یعنی لنوسینه کانی که لالمان بلاو بو بتوا هیچ اشاره که للاین میرزا جواد یا دکتر جواد را به هاوکاری دگل اسکار مان یا نبینیم اصلا اشاره اینه که و این باعث تعجب منه بله چنین نظرتیه که بعدها در برلین و هر دلیلی بله این دیگه ادامه همکاری نیانه بله و نه و در بین کاغذه اسکار مان هیچ اشاره ای و میرزا جواد نیه بله برام تنها برام لادبیاتی چاپمنی ایران دا لسال 1946 دکتر علی بلین که برز محمد قاضی که برازای دکتر جواد قاضی بو نوسینی چه به زبان فارسی به نوی گنجینه ادبیات کرد که لزه شماره پی در پی ای روزنامه کوهستان لتهران بلا و تا 1946 که لوی دا بحثی او دنی بحث دکاله پیوندی اسکار مانو دکتر جواد قاضی بلام زوری جنی دیتایلی یعنی تفرعات و یا ورد ریشالی تدانیه باشه سبارت به جانی لی ایران چه دزانی نمه؟ و ایران زانیم که وقتی ارداد شد بخاطر یه که دکتر جواد غازی حقوق خوانیه ارداد قاضی بود بل. و ارداد و خدمت دادگستری امرو نویسیم او زمان دیوان عالی کشور دیوان عالی کشور و تهران زندگی که بل. منتها و چشت ترکی نیزانم بله یعنی دیگه خانمی که فارس و بزنید بله ازدواج مجدد که و تهران زندگی که چون خوبه ما محمد قاضی لبیره و ریکان دهنده گشاراتی هی و بلام زور نیدیسنش بله من خاطرات کتاب محمد قاضی و نام خاطرات یک مترجم خونیمه که در ارده اشاره که و جواد قاضی از جمله و همکاری سابقی که وگرد اسکار مان کردی بله بله امن جگایگ ده خوندوم تو استانه تو بیرم لکتبک ده جگایگ ده که پاسی او که دکتر جواد قاضی یه شکل و قاضیانه بود که لمحاکمه ازغر قاتل ده که زمانی کوی و کوچین قاتل چی بساد خلچه چی زوری کشتوش دیوا یه شکل قاضی کنی او دادگاهش باشته چو اون لبیره بسیار جالبه من تا حالا نشنفتیم باشه او پتن واحه که لچاپمانی ایرانی او سردمانه ده یعنی لچو ده ایسان توانه حاول بدک بو یک زیاتری لسر بزانی به تایبتی لپیوندی دگل او هاوکاری که دگل اسکار مانو لگل میرزا اسکندر و لگل رحمان بکر و لگل اوانه های بو بله ولی من فکرم که خب مطبوعات او دوره مثلا روزنامه مجلات او دوره حاوی اطلاعاتی این که راجب فعالیت مثلا اداریه دکتر جواد قاضی راجب فعالیت فر ادبی راجب خاطرات مهاجرتی که ایرانیل نوسان از جمله او کتابی که وحید الملک شیبانی نوساست او می دست کم مثلا شاید 50 بار نو میرزا جواد تکرار بود نو ها منتها در او تاریخ بین ایرانیل مهاجر در برلین و نو جواد میرزا جواد خان کردستانی معروف بیه بین دوستی و رفقه ایلی بل زور باشه اما دیاره به هر حال لو باره او پیمایت هزراده یک توانی من زینی بینران شما روم پکینه و لکتی و کتان دا ونی بو او مسئله بین نسلانی چی که لکتی و کتان دا وینه یکه که وینه چی امزگوتی شادرویش هیا که نشانی دادی و هر وها وینه سه کسیش هیا که یه چگلوانه و میرزا جواد دچه و یه چیزی دیگه شان و سیف القضاد دچه که در راستی ده آموزای میرزا جواد بود یعنی بابیم برابو ل
لو وينانی دا که اسکار مان گرتویتی له هیچ جگه نیوی ندا و نیوی افراد له هندک جگه دا و هندک جگه نیدا و یا چونه چونه ولی داری مورد اطلاع خاصی نیرم بله یعنی بلا او رسمانه که چاپت کردو چی اخر بله او جاری یعنی هندک جا نیوی انتدا بله او پشت برخی از یا اکسل اسکار مان یادداشتلی هست بله منتها این یادداشتل گشتی دستخط اسکار مان نیه بله بلکه اسکار مان خوش کی داشتی و نام مارتا مان بله. احتمالاً مارتا مان اره تنظیم کاری اسکار مان کمک کردی بله. دستخط حتما مارتا مان اطلاع نیاشتی و اشخاص و نام و اشخاص فقط نوساز مثلا کردستان بله. نوساز مثلا ساوج بلاق کرمانشان یا نه نوساز ولی خب جالبه که آدم ادامه به تحقیق بکه بلکه اطلاعات بیشتری یعنی چرا امروز فرد به دست به کب و اوی کپتوانی لو زمینان دا زانیاری زیادتر بدست بینه والا من فکرم اگر مثلا ایما اکسیل بیشتری داشتیم آرشیویل دیگه تحقیق بکنیم پژوهش بکنیم بالاخره تونیم نتایجی حاصل بکنیم از جمله موضوع مثلا همین کشف دنگ گذشتگان دنگ میرزا جواد غازی خب من فکرم آدم قدم و قدم حتما اطلاعات بیشتری کسب کنه زور باشه اما لو برنامه ده که سوارت به کتاب کتان کرد من کتاب کتان لیر با جاری چی که نشان بدم کتاب کتان لیر بله خواهش کنم وی که بینرم ببینن در اصل ده مسئله یک من لبیر کرد که استاپ ما هه باج ده به که بلین بردوامی او برنامه ده لسر اویش ده قصب کنه ویش او بو که اسکار مان و بدوی او ده یعنی او کارنه که اسکار مان کوی کردو تو ولی کل نو اوانه سوارت به شوزاری ای بلین کرمانچکی یا زازایی شکاری کردو لسر او زمینانه ایو چطان در ذهن دایه که لکتی بکه در چون باست دکره بله خب اسکار من در سال 1917 فوت که برد بعد شخصی و اسم کال هدنگ فعالیت اسکار من ادامه ده بله کال هدنگ بعدها سه جلد کتاب بله بر اساس یافته های اسکار من تهیه که از جمله گوران موند آرتن از زبان گورانی و لهجه گورانی که هورامانی باجلانی کندولهی جمعواری کردیه بعد زبان زازاز که تحت عنوان زازا موند آرتن بل. و این دو گلیش باید اشاره بکنیم بله باشه چی که دو باسی چی دکاله بده؟ خب اولا جمع آوری تمام لچول چه منطقه بو گلده تبیرت مثلا باج در منطقه کردستان کرمانشان نه نه این زازایی داریم زازایی در سفر دومه که الان در حال حاضر یک منطقه وسیع و در روسیه سوریه الان شروع که مسافرتی و حلب بعد چه در طرق در او زمان عثمانی دولت عثمانی بیا که در حال حاضر این منطقه بین سه کشور ترکیه و عرب بلا پیم و به او مسئله زازایی که لشاری لمنطقه سیورک کردو سیورک بله درسیمش شو درسیمش شو بله تمام روستایل و دهاتیلی که اسکار مان چیه و ضبط کردیه نو گزارشی یاداش کردیه بله باشه ایوا پیتان واهی که ده او کتابه و دزانین که به او کارکانی اسکار مان تواو نبه بله او کارانی که استال لبردازده دایه چیه؟ یعنی چی ماوه که کاری لسر بکرد؟ بیشترین حجم مطالبی که هنوز منتشر نیوه بیشتر راجب زوان کرمانشانیه بله که اسکار مان تحت عنوان کردی جنوبی بله. یعنی یا کال هدنگ ادامه دست جماعه البته قصد داشتنه که دوباره تحقیق بکن مسافرت بکن کامل بکن ولی هنوز متشر نیوه این آثار بلان پشتی که دیگه جو که اسکار مان کتان که وبزم در برنامه پیشوتر در باسی اتان کرد که لفعالیتی کمالاتی یعنی فعالیتی غیری لیکن این نوعی زمانی و شتیواش در بجداری ها بودگل ایرانی کن او چه بود؟ خب اسکار من وقتی که قبل از اینکه فوت بکه در ایردا اون کمیته ایران توسط همیاری آلمان و مهاجرین ایرانی تشکیل بیه بله. که سید حسن تقی‌زاده رهبر این کمیته ایران کمیته میلیون ایران بیه و روزنامه کاوا چاپ کن اسکار من و طریق آلمانیل مسئول روابط و در واقع ناظر روابط کار بیه بخبر لبر چی لبر او که زمانی زانی و یا لبر او که جور تعلق ایدئولوژیکی شتوه بود نسبت مسئله بله در جنگ جهانی اول که آلمان
سعی کردیه که نو کشور خاورمیانه نو کشور شرق نفوذ بکه کمیته متعددی تشکیل ده یا همکاری که مثلا وگرد هندوستانیل انجام ده وگرد ایرانیل انجام ده وگرد ارمنیل همکاری و کمیته تاسیس کن ها هر کدام و این کمیته ایلش اره خوان انتشاراتی داشتن روزنامه داشتن اره هر کدام یک فرد آلمانی که مورد اعتمادیان بیه احتیاج ده من تصور کنم که اسکار من بخاطر یک پنج سال در منطقه زندگی کردیه آشنا و زبان فارسی و زبان کردی و لهجه‌ای مختلف بیه خب بالاخره یک شخص صالح و صاحب نظر بیه و این دلیل وگرد او روزنامه یا مجله کاو چند سال در کوت او زمان دیار دواتر ادامه هب و بلان او دوره ایکنجه تا مجله کاو که در برلین چاپ بیه و دو دوره تقسیم کرد یکی شد دوره قدیم و دوره جدید دوره قدیم اوسا که و سال تغییزاده و اونان سردبیری منتشر کرد سالی چند؟ در بحبوه جنگ جهانی اول سکم اولی شماره در ژانویه 1916 بل. شاب بود بل. تا یک آلمان شکست خوی خب وقتی آلمان شکست خوی خب تمام او کمیتیلی که برلین وگرد آلمانی همکاری کردنه منحل بون یا تغییر سیاست دن بعد دوره اول روزنامه کاویش خب متوقف بود روزنامه بود یا مجله؟ سر یه اختلافه چون خب او زمان تحت عنوان کاوی جنگی معروف بیه چون گزارش هیلی که ده گزارش هیلی بیشتر راجب اوضاع جنگه منتها ایرانیلی که در هیئت تحریریه فعال بینه از جمله خود سید حسن تغیزاده جمالزاده و کازمزاده ایرانشهر و علامه قزوینی یاره مطالب و مقالات گوناگونی داره من فکر کنم یک ترکیبی و روزنامه خبری و مجله ادبی علمی حتی بحث زبان شناسی نوع تکرار باشه هیچ نصراوی اسکار مان تده هست؟ چرا؟ اسکار مان در شماره اول اتفاقا مطلبی او سال 16 بله ژانویه 1916 که یک چشتی تو هم اتفاقا سوال کاملا جالبیه اسکار مان در اولین شماره کاوه مطلبی نویسد و اسم کاوه و درفش کاویانی که تعریف به اصطلاح اون چشت شاهنامه است پژوهشی کردیه این پژوهش در ورده انعکاس بیه یه این نظر تقویت که احتمالاً پیشنهاد دهنده عنوان کاوه تونت اسکار مان بود لبر او که مقاله لسر درفش کاویانی نویسید بله اولین شماره یعنی درفش کاویانی یعنی آلای چی که ای کاویانی بله درست کاوی آسینگر اوشتانه بله باشه دواتر او مجله کاوه دیار اگر چی رابطی چی مستقیم نیه بخصه کنیه ما بلام به هر حال با اوش بله بله اهمیت داره چون در این تاریخ یک ادی خب در برلین زندگی کردن که در بعد از جنگ بله یه تعداد ایرانیل جنگی چند جنگی اول یا جنگی دوم جنگ اول بحث جنگ اول سال 1918 که آلمان شکست خوی در اوائل اجو به نظر تهی که آلمان تونست پیشرفت بکه ولی بعدا با شکست آلمان خب خیلی و چشتیل نابود بود خیلی و او ایدهیلی که مثلا هندوستان و کمیتیل مربوط به کار نیتونن ادامه فعالیت بگن در این بین یه تعداد و نو برلین باقی منن این تعداد دوباره احتیاج دارن به یک مطبوعاتی که ارتباط داشتون و کشور خویان و کار فرهنگی بکن دوره جدید کاوه تأسیس بود تا سال 1922 که تغییزاده برلین ترکه این کاوه دوره جدید لو دادی نوسینی اسکار مان نبینی ندبینی خب بله اسکار مان دیده 1917 فوت کرد فوت کرد یعنی درسته یعنی نتونه نه بلام لپیوندی دگل کارکانی لگه پیوندی یا دگل ادامه کارکانی مثلا لطریقی کال هادان گوشتی او یعنی بحثی عالیه زمان شناسی و کمال ناسی شو ات دانیه یا چی تدارجه تصورم یسته که دوره جدید کاوه فقط تحت نظر ایرانیل اداره بیه در نتیجه دخالت خارجی یعنی دخالت آلمانیل یا کسانی حضور نیاشتیه ارتباطی و چشت نیه باشه کارکانی کار هادن گیم بزگل کاری که ای اسکار مان که سرپرستی کرده بود اوی که آماده چاب ببشتیوه بخوی چی هست که بلاونه بود تو اشاره کرد که اگر تو اینجا توضیح بدی خب کال هادنگ در جریان رسیدگی و تحقیق و کاریل اسکار مان متوجه بود که زمینه کار خیلی فراوانه یک سفرش خوی و تصمیم گرفت در زمستان سال
1332 تا 33 چه در دمشق و بغداد. دلیل این سفر مسافرتی یه بیه که توستی برخی پرسشیل نو محل پاسخ پیدا بکنی. مثلا میزانم و یاداشتیل روزنامه کالهادان که در دمشق و جلادت خان آشنا بیه. جلادت بدرخان. بله. بعد وگرد کامران بدرخانش او رفیق بیه، دوست بیه. حتی و ورسه معنوی کالهادان یک فرهنگ لغتی و بان هزاران کاغذ خورده کاغذ نوسیه است که دستخط کالهادانگو کاموران بدرخانه که قرار بیا یک فرهنگ لغتی آلمانی کردی که و لهجه بوتی بله بوتان بله درست بکن که هزاران واژه است من این فرهنگ لغت و ترتیب الفبایی تنظیم کردم بله بله منتها جنگ جهانی دوم صورت گرفت و نتونن این کتاب چاپ زور باشه ما بحث کمان به اون مقاله ای و لو گوارد تا و بکن چون که اون مقاله ای و برزک بنابی هدی و از آنم ترجمه کرده بود با کردی سورانی. بلام او باستان کرد که یعنی که قسمان دکل سر او مقاله کتان که او کامل نیه یعنی بشه که مقاله که یک بلاو کرده تو بزمانی آلمانی دکری اندک زیادتر توضیح ده سبارد با مقاله خود توضیح بله بله خب او تمام این صحبتی که ما ارده کردیم تلاش کردم و ابتدای تحقیق که چجو اصلا شروع بیه و چه فعالیتی صورت گیره نامنگاری و کدام اول مکه نیزانستیم با موزه مردم شناسی این مجموعه وجود دارد بلکه تحقیق کردم و تمام نتیجه این تحقیقه به طور هفتگی نوسامه و مصوره یعنی این اکسلی که در این مجله هست فقط 4 5 عکسه بلکه اکسل بیشتری وارد کردم مثلا خب این مجله مخاطب آلمانیه بعد من فقط یک بیت این دنگ میرزا جواد که ارده چاپ کردم و آلمانیش ترجمه به که آلمانی بزنید موضوع اصلا چست بعد نو او مقاله طولانی بوله تمام غزل ماموستانالی خب هاتیه بله زور باشه حتی اوات به کردوتا شوی کرماشانی جو به کرماشانی کی بله اوات بله خب من علی همسری لیست جالبه شاید گرینگه زور زور گرینگه زور زور گرینگه خواهش کنم سرکار اگر یک بار تنه بله بخونید خوشحال بود بله بسیار چاو بله بو چی نگریم صد کرتم دل دشکنی می بو نرجه شیشه لصد جه و شکاوه بله خب من ایجو ترجمه کردم که همشهری و سر علاقه و اشتیاق بشنوین اره چه گریه نکم وقتی که صد بار دلم شکنی شراو چون نریجه وقتی که جام شراو صد بار شکنی زور زور سپاس دکم برای مجتبی کلیوند با بجداری لبرنامه راوج دارد سپاس دارم تشکر کنم بینرانی خوشویز بابا با کتایی برنامه که جاری که دیکه جمان لدنگی میرزا جوادی قاضی به تاکو راوج که دیکه لای اوما خوش Bye.